سلام، من عمار حسینی هستم با خبر پانوراما از شبکه امام حسین علیه السلام. شهر مقدس کربلا از روز گذشته شاهد حضور میلیونی زائران در سالروز ولادت امام حسین و برادر بزرگوارشان حضرت عباس علیه السلام بود. شایان ذکر است مراسم مربوط به سالروز ولادت امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام تحت تدابیر امنیتی و تلاش های خدماتی برگزار می شود. هر ساله همزمان با فرارسیدن ایام شعبانیه و ولادت با سعادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس و امام زین العابدین علیهم السلام پویش و کمپین های اهدای خون توسط شیعیان در برخی شهرها و کشورهای جهان راه اندازی می شود. امسال نیز همزمان با اعیاد شعبانیه پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرها و کشورهای مختلف در سراسر جهان با حضور در مراکز اهدای خون به نیت کسب ثواب به اهدای خون پرداختند. در همین راستا با همزمان با ولادت امام حسین علیه السلام کمپین جهانی اهدای خون نیز توسط شیعیان در سراسر جهان راه اندازی شد. مسئولان این کمپین های داوطلبانه از همه عاشقان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام خواستند تا به مناسبت سالروز میلاد امام حسین علیه السلام در آن شرکت کرده و خون خود را به نیازمندان اهدا کنند. کمپین اهدای خون از شب میلاد با سعادت حضرت سید و شهدا علیه السلام آغاز شده و بعضاً تا 10 روز متوالی ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است کیسه های خونی که در این کمپین های داوطلبانه جمع‌آوری می شود برای کمک به بیماران بستری شده در بیمارستان ها، مراکز درمانی و بانک های خون اهدا می شود. این کمپین های بشر دوستانه معمولاً توسط جوانان شیعه و با همکاری و هماهنگی بین اداره های بهداشت شهرهای مختلف برگزار می شود. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبران و حکام جهان همگان را به تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی در جهان دعوت کرد. این سازمان همچنین در نامه خود که نسخه ای از آن برای خبرگزاری اخبار شیعه ارسال شد بر اهمیت احیای روز جهانی عدالت اجتماعی تاکید کرد و اعلام کرد که تحقق عدالت اجتماعی در همه رسالت‌های آسمانی و قوانین بشری تأکید شده زیرا به نفع بشریت و جوامع است و باعث صلح و ثبات در جهان می شود. حجت الاسلام و المسلمین سید ساجد علی نقوی گفت امام حسین علیه السلام دارای تمام صفات حمیده است. همه ابعاد زندگی ایشان مایه رشد و هدایت بشریت است. حجت الاسلام و المسلمین سید ساجد علی نقوی دبیر کل شورای علمای شیعه پاکستان در پیامی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام بیان داشت روز میلاد حضرت امام حسین علیه السلام روز شادی برای انسانهای آزاد است. این امام عالی مقام دارای تمام صفات حمیده است. همه ابعاد زندگی ایشان مایه رشد و هدایت بشر است. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله افزود آن حضرت فرمود حسین از من است و من از حسین هستم. این حدیث بیانگر رابطه عمیق و تنگاتنگ میان رسول اسلام و فرزندش امام حسین علیه السلام است. مسلمانان شخصیت والا و جهانی حضرت امام حسین علیه السلام را به عنوان چراغ راه انتخاب کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در پیامی توییتری اظهار کرد افغانستان در سال 2023 میلادی به 4.6 میلیارد دلار کمک بشر دوستانه برای بیش از 28 میلیون نفر نیاز دارد. با این مقدار کمک آژانس های امدادی می توانند به خانواده ها در فصل کاشت و آمادگی برای مقابله با سیل کمک کنند.
لازم به ذکر است هم اکنون 28.3 میلیون نفر یعنی بیش از دو سوم جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین راستا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل چندی قبل نیز گفته بود که تعداد افراد نیازمند در افغانستان در مقایسه با 5 سال قبل بیش از 4 برابر افزایش یافته است. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان اعلام کرد که 7 تروریست انتحاری را در شهرهای مختلف از جمله لاهور دستگیر کرده است. به گفته مقامات امنیتی تروریست‌های دستگیر شده متعلق به تحریک طالبان پاکستان هستند و سنی‌های تندروی دستگیر شده احمد الله، اسامه، نظیر، حمد، عبدالرحمن، احمد و امان الله شناسایی شدند. به گفته این مقام ها از تروریست های دستگیر شده تجهیزات جلیقه انتحاری، مواد منفجره و سلاح به دست آمده است. شرکت متا در واکنش به ترند داغ ابزارهای هوش مصنوعی از مدل زبانی بزرگی به نام LLAMA رونمایی کرد. گفته می شود اگرچه این نرم افزار حدود 10 برابر کوچکتر از مدل GPT-3 در شرکت اوپنال است، ولی می تواند بهتر از آن عمل کند. البته در این مدل جدید این قابلیت وجود ندارد که کاربران بتوانند از طریق آن چت کنند یا با آن حرف بزنند و در عوض برای کارهای تحقیقاتی کاربرد دارد. متا در پستی در وبلاگ خود مقاله‌ای را منتشر کرده که می‌گوید مدل LLAMA مثل سایر مدل‌های زبانی بزرگ دنباله‌ای را از کلمات به عنوان ورودی دریافت و کلمه بعدی را پیش بینی می کند. این مدل روی 20 زبان جهانی و با کمک داده‌های عمومی وبسایت‌های مطرح مثل ویکی‌پدیا آموزش داده شده است. در پی اعلام خبر ساخت فیلم شجاعت ابولولو از سوی شبکه ماهواره الشاعر، وزارت ارتباطات عراق با ارسال نامه‌ای به مدیریت این شبکه خواستار توقف ساخت آن شد. مدیریت شبکه الشاعر در پاسخ به نامه وزارت ارتباطات عراق توقف ساخت این فیلم سینمایی را مشروط به توقف ساخت سریال معاویه توسط شبکه ماهواره MBC عربستان اعلام کرد. گفتنی ساخت سریال معاویه که در آن بخش‌های مهمی از تاریخ اسلام تحریف شده و سازندگان آن تلاش کردند وجهه‌ای مسالمت‌آمیز و خوب از معاویه لعنت الله علیه را به نمایش درآورند، خشم شدید شیعیان جهان را برانگیخته و خواستار توقف ساخت آن شدند. خدا نگهدار.